عزیز وقتون بخیر. خب پیروی در سوی گذاشتن. خب سال ما طول سانیگر یک سال داده مفته 6 سانتی متر است و همچنان مفته که در 40 سانیه چند سانتی متر فاصله رو تایی میبرد. خب طول سانیگر چند است؟ طولانی سانیگر 6 سانتی متر است. پس از اینجا شعار رو دریافت کردیم که 6 سانتی متر است. یعنی سوال خودش داد. حالا در 40 سانیه گفته؟ در 40 ثانیه چی دیفتیم؟ شما این فاصله تقیشه رو دیفتیم. فاصله که تقیمیشه در 40 ثانیه این فاصله رو دیفتیم که همراه توش صبح ما چی کردیم؟ چه ترسیم کردیم؟ پس این فاصله این چی؟ یعنی طول قوس. یعنی ما باید طول قوس رو دیفتیم. طول قوس به این شکل یک فرمول بود خانده بودیم در ویدیوی قبلی. طول قوس رو سویمه شد کنم زاویه ضرب در شا. درست؟ حالا اگر اینچه ببینید شما شعار داریم 6 سانتی متر اما زاویه رو نداره. زاویه رو دریافت کنیم از کجا دریافت کنیم؟ از اینجا گفته 40 ثانیه. پس اینجا یکی هست ثانیه و ما چی می‌دونیم کنیم؟ زاویه. خب شما می‌فهمید اگر 60 ثانیه همین عقربی ساعت 60 ثانیه به شکل دوره خونه یک دور کامل میشه و یک دور کامل در ویدیو قبل خونده دو پای را گیرونست. یعنی زاویه چی میشه؟ زاویه دو پای را تعیین میکنه. درست؟ حالا در 40 ثانیه پس در 40 سکند در 40 ثانیه چند چقدر زاویه میشه؟ اون زاویه چی کنه؟ چی میگه؟ دریافت میکنه. خب من یه چون دو پای گرفتم چون در ویدیو قبلی را بخونده که زاویه از جنس چی هست؟ اگر طول قوس رو بخواید دریافت کنید این زاویه از جنس رادیان میشه. از خاطر من پای اینجا گرفتم میتونستم 400 گراد هم بگیرم، میتونستم 360 درجه هم بگیرم، اما دو پای گرفتم. چون تیتا رو که ما یافت کنیم اون باید از جنس رادیان باشه. خب حالا تیتا رو یافت میکنیم، طرفین اصلا این ضرب میزنیم، تیتا از اینجا دریافت میشه، تیتا ما سویه میشه دو پای ضرب 40 سکند تقسیم میشه تقسیم 60. حالا صفر با صفر خلاص، سکند با سکند خلاص. خب 1 2 3 2 6 از اینجا تیتا دریافت شد. 4 پای و 3 تیتا دریافت شد. پس شعا هم هست، تیتا هم هست، پس طول قوس هم چی میگیم؟ در این میگیم طول قوس مسئله میشه با تیتا. تیتا رو دریافت کنیم که 4 پای بر 3 زرد در شعا. شعا هست 6 سانتی متر. خب حالا اتصال کنیم 1 3 3 2 3 6 از اینجا طول قوس دریافت شد که 2 4 8 8 پای سانتی متر طول قوس بدست. پس ما اون فاصله چه؟ دریافت کرد در 40 ثانیه. در 40 ثانیه چقدر فاصله تعیین میکنه؟ 8 پای سانتی متر فاصله را تعیین میکنه. حالا مثال دوم را دوست عزیز در نظر بگیریم. گفته که x درجه ماست و y درجه ماست، یعنی 152 درجه است. سوالی هست از کتاب معرف میشه در کنکور میاد. اندازه یکی از جنس گراد مساوی با دیگری از جنس درجه است. یعنی یکیش از جنس درجه فرض کنیم، دیگرش از جنس گراد فرض کنیم. این دو با هم چی هست؟ با هم مساوی هست. اندازه یکیش از جنس درجه و مساوی هست از اندازه دیگری از جنس گراد. چی کنیم؟ هر یکیش را دریافت کنیم. یعنی ما باید هم x را دریافت کنیم از اینجا، هم باید دریافت کنیم هر یک شد باید چی کنیم؟ دریافت کنیم. خب حالا اولین کار که میکنیم اینجا میگیریم که y درجه بر چی؟ بر 300 و y درجه بر 180 هم گرفته میتونیم. ما سوی میشه به چی؟ y گراد بر 200. درست؟ خب در دو دفعه از اینجا y گراد دریافت میکنیم، y گراد دریافت میکنیم که ما چی جواز میکنیم؟ y گراد
مساوی می شوند دای و دو وای درجه. حالا وای گراد ایش دریافت کردیم اینجا x درجه مساوی وای چی بود؟ وای گراد بود. پس قیمت وای گراد اینجا واسه می کنیم x درجه مساوی می شوند x درجه مساوی می شوند وای گراد. بجای وای گراد آوازه کردن می کنم دای و دو وای درجه. حالا به این مدلی که اینجا میبینید شما x درجه مثبت y درجه مساوی با 152 درجه. خب قیمت x هم اینجوری وزن میگیره و جای x قیمت شما رو میگیریم دای بر 9 دای بر 9 y درجه مثبت y درجه مساوی میشه با 152 درجه. حالا اطراف میکنم ضرب چند کنم؟ ضرب اطراف وقتی که ضرب نو کنم دو ضرب ای حد شود میکنم خلاص میشه. پس اینجا چیزی که باقی میمانن ده وای درجه درست؟ در ای حد هم دو ضرب میشه پس مثبت 9 وای درجه مساوی میشه. من در ای حد هم ضرب بزنیم 9 هنجم شجرش یک آسان، دو پنج پنج یک آسان بود، چل شک، چل شک، شش، شش، چهار آسان یک بیرون، چهار آسان است، سیستن. خب، ده وای درجه، مصبت نو وای درجه میشه نوسته وای درجه، نوسته وای درجه مصبت میشه بر یک صد و یک هزار و سیصد و شست و هشت. حالا، یک نوسته، هفتاد و دو نوسته. پس از اینجا قیمت وای دریافت شد که افتاده دو درجه هست. قیمت وای دریافت شد. حالا قیمت وای هم در این مدل هم واسه میگیم قیمت اکس هم دریافت میشد. پس مدل هم هست اکس درجه مثبت وای درجه مثبت به اکس در 52 درجه. حالا قیمت وای از اینجا در اینجا واسه میگیم 72 اکس واسه میگیم. پس اکس درجه مثبت 72 درجه مساوی به 152 درجه. خب 72 درجه این طرف سوال انتقال میدیم x درجه دریافت میشه که 152 درجه منفی 72 درجه. حالا قیمت x هم دریافت شد x درجه مساوی میشه با 2 منفی 2 صفر 11 منفی 7 هم 8. پس قیمت x هم دریافت شد از اینجا و قیمت y هم دریافت شد. قیمت x هم دریافت شد قیمت y هم دریافت شد. از ما خواستم قیمت y هر یک شما دریافت کنیم پس دریافت شد بیشن. حالا مثال سیم اگر توجه کنیم شما عزیز A, B, C, D کلن زوایا هست. زوایا چی هست؟ داخلی یا چارزولی هست. اگر چارزولی را در نظر بگیریم زوایایش چی هست؟ A, B, C هست. حالا A مثبت D این زاوی A مصفت زاوی D مسئله چند هست؟ 240 درجه و زاوی C مصفت زاوی D هم 200 گراد هست. حالا کلی دیگه هم چی میکنیم؟ به درجه تبدیل میکنیم یعنی به یک سیستم باید تبدیل کنیم. بعدا چی کنیم؟ باید قیمت های شما داره بکنیم. ما باید هر کدام زاوی را دریافت کنیم که من زاوی A را دریافت کنیم که کدام زاوی را اختیار میکنم زاوی B را دریافت کنیم زاوی C و زاوی D را هم باید دریافت. حالا 200 گراد رو ناشا کرده میکنیم 180 درجه از این درجه ناشاش کرده این رو هم ناشا کرده میکنیم دو پای برسته که از جنس رادیون هست به درجه بجای پای 180 اگر بازه کنم 6 بشه درست؟ پس 6-12 120 درجه میشه. بجای پای 180 بازه کردم سه رو با 180 سال کردم چند شد؟ 60 شد درست؟ 260 120. حالا شما شما در عزیز میفهمید که زمانی که ما زاویه داخلی یک چارزولی را مثلا زاویه A جمع زاویه B جمع زاویه C مثبت زاویه D یعنی زاویه داخلی را زاویه داخلی یک چارزولی را فرض کنیم چند میشن؟ زاویه داخلی شد زمانی که جمع کنیم 360 درجه میشن. خب اینه میفهمیم درست؟ حالا بخاطر دریافت هر کدام از این زاویه ها چی کار میکنیم؟ تا
طرف به طرف، این طرف فاصله‌تون با هم جمع می‌کنیم، این طرف فاصله‌تون با هم جمع می‌کنیم. پس A جمع C جمع B، A مثبت C مثبت B، مثبت D مثبت D و مثبت D. مسئله میشه با؟ خب این طرف فاصله‌تون جمع می‌کنیم، صفر جمع صفر جمع صفر صفر میشه. حالا دو جمع هشت ده، ده جمع چهار چهارده، چهارده چهارش یک باشه. درست؟ یک جمع یک دو، دو جمع دو چهار میشه، یک باسه بگو پنج، پس پنج زده چند؟ درجه. حالا شما بود عزیز A جمع B جمع C جمع D، A جمع B جمع C جمع D چند از قیمتش؟ 360. پس بچه های عزیز کلن من چند باشه کردن میتونم؟ 360 درجه بچه هایش نوشه کردن میتونم. خب 360 درجه مثبت دی جمع دی دو دی مثبت دو دی مسئله به چند میشه؟ 540 درجه. حالا 360 درجه به این طرف سوال اگر انتقال بودم از اینجا دو دی مسئله میشه بعد 540 منفی 360 درجه. حالا قیمت دی درجه اگر بخواییم دریافت کنیم اطراف تقسیم دو هم میکنیم، این هم تفریق میکنیم. خب زمان که تفریق کنیم صفر مجد صفر صفر از اینجا دو دیره دو دیره مسئولی گفتن میدونی با صفر از چارده که شش بره میمونه هشت، درست؟ و همچنان از اینجا دیگه یکی دیگه قرض دیدیم چار مونه چار که سی بره یک بکنه. از اطراف تقسیم دو با دو سمیه سوزیم از اینجا قیمت دی دریافت میشه که یک دو دو نو دو و هجده سفر از قیمت دی دریافت شد که 90 درجه. حالا شما دو عزیزی قیمت دی را دریافت که از این موادی را بزن میکنیم، قیمت ای را دریافت میکنیم از جهت، قیمت سی را دریافت میکنیم، قیمت بی را دریافت کرده میکنیم. پس زمانی که قیمت ای را بخواییم دریافت کنیم به این معادله دی را بزن میکنیم قیمتش. حالا معادله هست ای مثبت سی A مثبت D مدلی اول A مثبت D مسایی میشه با چند؟ 240 درجه، درست؟ بجوی دی قیمت چه آزم میکنیم؟ 90 است، 90 آزم میکنیم، این طرف مسائل انتقال میکنیم، درست؟ از اینجا قیمت A هم دریافت میشه که 90 240 منفی 90 کنیم میشه سفر از 14 کنو بره. خب از چهارده کنون را پنج و هم یک از قیمت زاویه ای هم دریافت شدن از سکسی پینج و پنج. حالا زاویه سی را به این ترتیب دریافت میکنیم، زاویه سی را اگر بخواییم دریافت کنیم سی مثبت دی مسئله چند از گفته هم؟ یک سد هشتاد درجه، یک سد هشتاد درجه. خب قیمت دی میفهمیم که چند از نواد است. حالا نواد اون طرف نصال انتقال که منفی میشه پس یه قیمت سی هم دریافت میشه، نواد منفی اصلا اشتا نواد درجه، قیمت سی هم دریافت شد. حالا قیمت بی اگر بخواهیم دریافت کنیم به این مدل قیمت دی را وزن میکنیم، قیمت دی را بی مثبت دی مساوی به چند هست؟ 120 درجه. خب قیمت دی را وزن میکنیم و همچنان نواد است. نواد این طرف نصال انتقال زمانی که بکنیم از اینجا قیمت B دریافت میشه که 90 منفی 120 سی درجه. پس به این ترتیب شما بای عزیز قیمت A را هم دریافت کردیم، قیمت D را هم دریافت کردیم، C را و همچنان B را دریافت کردیم که سوال از ما به ویدیو درباره درجه، سیستم درجه، دقیقه و ثانیه بحث میکنیم. یعنی ما چیکار میکنیم؟ درجه را میگیریم تبدیل میکنیم به دقیقه و دقیقه را تبدیل میکنیم به ثانیه، یا برعکسش ثانیه را تبدیل میکنیم به دقیقه و دقیقه را تبدیل میکنیم به درجه. چگونه تبدیل میکنیم؟ ببینید شما زمانی که درجه را بخواید به دقیقه تبدیل کنید و دقیقه را بخواید به ثانیه تبدیل کنید چیکار میکنید؟ فقط عدد میگیرید ضرب 60 میکنید، درست است؟ یعنی زمانی که ما بخوایم ضرب 60 کنیم درجه به چی تبدیل میشه؟ به دقیقه تبدیل به دقیقه تبدیل میشه. و اگر بخوایم دقیقه را به ثانیه تبدیل کنیم چی کار میکنیم؟ ضرب 60 میکنیم، دقیقه به ثانیه تبدیل میشه. اما اگر بخوایم برعکس زمانی که بخوایم ثانیه را به
دقیقه تبدیل کنیم چیکار میکنیم؟ تقسیم 60 میکنیم. و زمانی که بخوایم دقیقه را به درجه تبدیل کنیم باز هم تقسیم 60 میکنیم. حالا مثال اول اگر در نظر بگیرین، به درجه داده عدد گفته شما چیکار کنین؟ به درجه دقیقه و ثانیه تبدیلش کنین. خب قسمت صحیحش جدا میکنیم، یعنی دو درجه خودش، و چیزی که میمونه 0.302 میمونه، 302 درجه. حالا زمانی که ما درجه را 302 درجه میمونه دیگه، درست؟ زمانی که درجه را ما ضرب 60 کنیم به چی تبدیل میشه؟ به دقیقه تبدیل میشه. پس اینا کار میکنیم، یعنی ضرب 60 میکنیم، کلا این عدد تبدیل میشه از درجه به دقیقه. خب حالا این صفر با یک خانه اشار خلاص، خانه اشار اینجا قسمت میه. حالا دو درجه خودش، خب 6 میمونه دیگه، نه صفرش با یک خانه اشاری خلاص شد. 6 ضرب 2 12201 حاصل، 600 یک حاصل داشتیم، 1 و 6 3 18، به این ترتیب. و دو خانه اشاری است، یکی 2 هست یکی هم 0، پس دو خانه اشاری است 18.12 دقیقه حاصل شد. حالا باز هم همین کارو میکنیم، یعنی دو درجه خودش قسمت صحیحش جدا میکنیم، 18 دقیقه، و چیزی که باقی میمونه 0.12 دقیقه هست. و از زمانی که ضرب 60 کنیم کلا دقیقه به چی تبدیل میشه؟ به ثانیه تبدیل میشه. خب دو درجه خودش 18 دقیقه هم خودش 1.0 با 1.2 خلاص میشه، 0.2 قسمت میاد و 6 ضرب میزنیم، 6 2 12 2 1 حاصل، 1.66 حاصل داشتیم، 7. پس 7.8 چون 1.2 است، 7.8 چند 2 ثانیه بعد اسم میاد. اما اگر دیدین با بعضی کتابا رو من دافت دیدم میکنن، به این شکلش اگر دیدین، یعنی 2 درجه 18 دقیقه و 7 ثانیه دیدین، نترسه. چیکار میکنه؟ روان داف میکنه این قسمت اگر. خلاص. حالا مثال دوم اگر در نظر بگیریم، 40 درجه هست. اینو باید تبدیل کنیم به چی؟ به درجه و دقیقه و ثانیه تبدیل کنیم. چیکار میکنیم؟ از اینجا اگر 40 درجه را 40 درجه را ما یک درجهش جدا کنیم، یعنی یک درجهش زمانی که جدا کنیم این قسمت میمونه 39 درجه و یک درجهش ما جدا میکنیم دیگه، درست؟ یک درجهش زمانی که جدا کردیم 39 درجه میمونه. و یک درجه خودش چی هست؟ یک درجه 60 دقیقه هست. و اگر از 60 دقیقه ما یک دقیقه را جدا کنم، یک دقیقه را جدا کنم چی میمونه اینجا؟ 59 دقیقه میمونه. و یک دقیقه خودش چند ثانیه است؟ خودش 60 ثانیه است. پس 60 ثانیه نوشته کردم میتونیم، یعنی 40 درجه را من چیکار کردم؟ یک درجهش جدا کردم، چی باقی مون؟ 39 درجه مون، درست؟ اینو یک درجه خودش چی هست؟ 60 ثانیه هست. و از 60 ثانیه من یک دقیقه 60 دقیقه هست، و از یک دقیقه 60 دقیقه یک دقیقه چیکار کردم؟ جدا کردم. چند دقیقه دیگه به وجود میمونه؟ 59 دقیقه میمونه. حالا یک دقیقه چی هست؟ پس 60 ثانیه است. پس کلان 49 درجه را مناوشه کرده میتونیم که 39 درجه و 59 دقیقه و 60 ثانیه نوشته کرده میتونم، درست است؟ خب حالا مثال بعدی را اگر در نظر بگیریم، میبینین اینجا شما اعداد داده به درجه و دقیقه و ثانیه، گفته چی کار کنید؟ به درجه تبدیل کنید. گفتم زمانی که ما بخوایم ثانیه را به دقیقه تبدیل کنیم تقسیم 60 میکنیم، بخوایم دقیقه را به درجه تبدیل کنیم باز هم تقسیم 60 میکنیم. پس همین کارو میکنیم، 51 درجه خودش 30 تقسیم 60 زمانی که بکنیم دقیقه به چی تبدیل میشه؟ به درجه تبدیل میشه. حالا اگر اینو بخوایم 36 ثانیه را به دقیقه تبدیل کنیم تقسیم 60 میکنیم، و اگر باز به دقیقه به وجود میاد، اگر عدد به وجود میاد که به دقیقه هست، درست؟ او دقیقه او عدد که به دقیقه هست باز تقسیم چی میکنیم؟ 60 میکنیم که به چی تبدیل شود؟ به درجه تبدیل شود. پس ما اگر بخوایم ثانیه را به درجه تبدیل کنیم باید دو دفعه تقسیم 60 کنیم. پس 60 ضرب 60 میشه 360. پس راستن
36 ثانیه را ما تقسیم 3600 میکنم، درست؟ ثانیه تبدیل میشه به درجه؟ فهمیده شد انشاءالله. زمانی که یک بار تقسیم 60 کنم ثانیه تبدیل میشه به دقیقه، و بعدا باز هم چون میخوایم به درجه و سیستم درجه ایره جور کنم باز هم تقسیم 60 میکنم، یعنی دو بار تقسیم 60 میکنم ثانیه را تا تبدیل شد به درجه. پس 60 ضرب 60 میشه 360. ما یک بار ثانیه را میگیرم تقسیم 360 60 میکنم و این تبدیل میشه به چی؟ به درجه. حالا 51 درجه خودش خب 0 با 0 خلاص، 1 3 2 3 6 1 بر 2 میشه، 1 بر 2 را که تقسیم کنیم میشه 0 اشاره چند؟ 5 درجه. حالا 1 6 6 7 6 3600، یک بر 100 میشه گیرم تقسیم کنیم تقریبا میشه 0.01 درجه میشه. حالا کلش از یک سیستم است، پس ایره جمع کرده میتونیم. زمانی که جمع کنیم میشه 51 درجه. به شکل ما تانستیم درجه و دقیقه و ثانیه را اعداد داده شده را ما تبدیل کنیم به چی؟ به درجه. حالا مثال بعدی را در نظر زمانی که بگیریم، می دو عدد داده به درجه و دقیقه و ثانیه و همچنان به مشکل یه چی گفته گفته جمع کنیم. چی کار میکنیم؟ همجنسشان را جمع میکنیم، یعنی درجه را ثانیه را با ثانیه جمع میکنیم، 0 جمع 1 1 و 4 جمع 1 هم میشه 5، پس 51 چی شد؟ 51 ثانیه شد. حالا 0 جمع 6 6 و 3 جمع 3 6 66 دقیقه شد. اما شما زمانی که ساعت فرض کنین ساعت 60 دقیقه است، نه 66 دقیقه، یعنی از 60 دقیقه زیاد گفته نمیتونی، 60 دقیقه هست، درست؟ پس ما چی کار میکنیم؟ اینه منفی 60 دقیقه میکنم، اصلی که بعد اسمه 6 دقیقه هست، درست؟ ایش منفی 60 دقیقه حالا باشه. خب 10 جمع 20 میشه 30، پس 30 چی شد؟ 30 درجه شد. اینجا من چی کار کردم؟ منفی 60 کردم. شما میفهمید که 60 دقیقه مساوی چی هست؟ 1 درجه هست. پس اینجا منفی کردم دیگه جمع میکنم مثبت 1 درجه، درست؟ اینجا منفی 60 کردم و 60 دقیقه هم 1 درجه است، اینجا جمع میکنم با عدد 1 درجه. پس 30 جمع 1 میشه 31، 31 چی؟ درجه. پس حاصل جمع از این شد 51 ثانیه و 6 دقیقه و 31 درجه. حالا مثال پنجم اگر در نظر بگیریم، خب گفته تفریقش کنیم، تفریق میکنیم، از 11 41 نمیره، پس ما از این قسمت 1 دقیقه قرض میگیریم. 1 دقیقه هم مساوی چی هست؟ 60 ثانیه است. 60 ثانیه جمع 11 ثانیه میشه 71 ثانیه، 71 ثانیه منفی 41 ثانیه میشه 30 ثانیه، درست؟ اینجا 1 دقیقه را ما قرض کردیم، پس 20 دقیقه وجود موجود مون. 20 دقیقه منفی 50 دقیقه نمیشه، پس 1 درجه از اینجا قرض میگیریم. 1 درجه هم مساوی به چند است؟ 60 دقیقه است. پس 60 دقیقه جمع 20 دقیقه میشه 70 دقیقه، 80 دقیقه. 80 دقیقه منفی 50 دقیقه میشه 30 دقیقه. حالا اینجا چند مون؟ 1 درجه شو گرفتیم، پس 40 مون، 40 منفی 10 هم میشه 30، 30 سون 30 درجه. پس به شکل هم ما جمع میکنیم و هم تفریق میکنیم. حالا موضوع بعدی را که میخوانیم زاویه میان دو عقربه ساعت است. زمانی که شما عقربه ساعت در نظر بگیرین، مثلا یک بجه فکس این ساعت فرض کنین، خب اینجا 12 است، اینجا هم 1 است، این ساعت گرد است که 1 بجه فکس است، پس به این شکل است، این ساعت گرد، این هم دقیقه گرد. اینجا بینشان زاویه تشکیل میشه، بینشان چی تشکیل میشه؟ زاویه تشکیل میشه. پس زاویه میان چی هست؟ دو عقربه ساعت، یکی ساعت گرد، یکی شام دقیقه گرد. زاویه میانی که زاویه میان این دو عقربه ساعت زمانی که تشکیل میشه، این زاویه رو ما چی کار میکنیم؟ دریافت میکنیم. چگونه دریافت میکنیم؟ از این فرمولا دریافتش میکنیم. تیتا مساوی میشه با قیمت مطلقه 5.5 منت منفی 30 هاور،
از این قسمت، از این فرمول چی کار میکنیم؟ همون زاویه که بین دو عقربه ساعت تشکیل میشه، این زاویه را دریافت میکنیم. خب، تیتا مساوی میشه با قیمت مطلقی 5.5 منت، یعنی همون دقیقه. دقیقه اینجا چی هست؟ صفر است. پس ضرب صفر منفی 30 هاور. هاور چی هست؟ یک است. پس ضرب یک. حالا اینجا زاویه‌ای که به وجود میاد 0 ضرب 5.5 0 میشه. 0 منفی 30 ضرب 1 30، حاصلی که به دست میاد 30 میشه، منفی 30. خب شما میفهمین قیمت مطلقی 30 هم چند است؟ 30 هست، مثبت 30 هست. و زاویه‌ای که تشکیل میشه 30 درجه بین چی هست؟ بین 1 اینجا 12 اینجا 1. خب این ساعت گرد یا دقیقه گرد، این زاویه گرد چی هست؟ 30 درجه تشکیل میشه. خب مثال بعدی را بند در نظر زمانی که بگیریم، 12 و 30 گفته زاویه بینشون را دریافت کنیم. خب دریافتش میکنیم، تیتا مساوی میشه و قیمت مطلقی 5.5 منت، منت اینجا 30 هست، ضرب 30 میکنیم، منفی 30 هاور. 30 ضرب هاور، ساعت چند است؟ 12 است. 30 ضرب 12. حالا این صفر با یک خانه اشاری خلاص میشه. 3 ضرب 5 3 پنج 15 15 رو 5 ش یک حاصل. خب 3 پنج 15 یک حاصل داشتیم 16. 165 منفی 2 3 6 1 3 3 صفر هم خودش 360. 165 منفی 360، 5 منفی 10 میشه 5 و اینجا چند مون؟ 6 منفی 6. خب اینجا یکی از این قرض کردیم، این 10 شد، 5 منفی 10 5 شد، اینجا 5 مون، 5 6 منفی 5 نمیشه، پس یک قرض میکنیم، 15 از 15 که 6 بره 9 باقی و همچنان از 1 2 بره 1. پس زاویه که به وجود آمد 195 درجه هست. حالا شما فرض کنید ساعت است، فرض کنید دیگه ساعت باشه. خب این 12 است، خب اینجا هم 3، اینجا هم 6 و همچنان 9. 12 و 30، شما میفهمید که زمانی که 12 و 30 هست، یعنی این که 12 و 30 یعنی 12 و 30 ساعتگرد ده قسمت هست و 30 بیشکر دقیقگرد هم بالای 6 است. پس این زاویه که اینجا تشکیل میشه کمتر از 180 درجه است. یعنی زمانی که 12 باشه اینجا هم 6 باشه، این ساعتگرد باشه این هم دقیقگرد، به این شکل نیست دیگه، خط مستقیم نیست که اینجا زاویه چند درجه تشکیل میشه، باز 180 درجه تشکیل میشه، پس این خط مستقیم نیست، درست؟ پس این زاویه 190 درجه چون منفی شد نه؟ قیمت مطلقی منفی مثبت میشه، پس زاویه که تشکیل میشه این زاویه هست، درست؟ پس این زاویه 100 چند است؟ 195 درجه میباشه. حالا یک موضوع دیگه، حالت معیاری یا استاندارد زاویه چی هست؟ باید ضلع ابتدایی روی محور مثبت x قرار داشته باشه، ضلع اولی روی محور مثبت x قرار داشته باشه و ضلع دومش فرق نمیکنه، در هر ربع قرار داشته باشه، ربع اول، ربع دوم، ربع سوم، ربع چهارم، اما تقاطعشون باید در مبدا کمی متوازیه باشه. پس اینجا زاویه که تشکیل میشه، این زاویه که تشکیل میشه، این زاویه را زاویه چی میگه؟ زاویه معیاری یا استاندارد میگه، درست؟ ولی اینجا میبینید ضلع اولی یا ضلع ابتداییش روی محور مثبت x قرار داره یا نداره نی؟ پس اینجا زاویه که تشکیل میشه، این زاویه را گفته نمیتونیم که یک زاویه چی هست؟ زاویه معیاری است. مثلا زاویه الفا یک زاویه معیاری یا استاندارد نیست. خب شورده عزیز، تشکر از توجهتون، موفق باشید.